برای نخستین بار شبکه دیجیتالی مدیریت اطلاعات منابع بشری وزارت صحت عامه امروز در کابل گشایش یافت. به گفته وزارت صحت عامه قرار است تا تمامی اطلاعات بخش بهداشت کشور تا یک سال آینده به هزینه $100,000 آمریکایی درج این شبکه دیجیتالی شود. مدیریت بهتر بخش بهداشت، بررسی فعالیت‌های بهداشتی و گردآوری اطلاعات دقیق بهداشتی کشور هدف‌های اصلی ایجاد این شبکه دیجیتالی گفته می‌شود. اول تمام قوای بشری سر تا سر افغانستان داخل میشه، دوم نیازمندی توسطی سنجیده میشه، سوم میتونیم ما برای مکاتب متوسطه طبی، برای فاکولته‌ها بگوییم که در ظرف 10 سال آینده ما با چه تعداد پرسنل صحی نیازمند هستیم. شبکه دیجیتالی اطلاعات منابع بشری بخش بهداشت کشور 12 بخش دارد و به زبانهای دری، پشتو و انگلیسی تهیه شده است. شمار کارمندان و مرکزهای بهداشتی، پیشینه کار کارمندان و آموزش آنان از جمله اطلاعات است که درج این شبکه خواهند شد. این شبکه دیجیتالی از رهبری گرفته تا سطح رئیس و کارمندان پایین رتبه وزارت صحت عامه اطلاعات بهداشتی را فراهم خواهد ساخت. ما همچنان روی این کار میکنیم تا چگونه اطلاعات به گونه روزمره درباره بهداشت کشور به رهبری وزارت صحت عامه فراهم شود. به گفته وزارت صحت عامه تا کنون اطلاعات 15,000 کارمند بخش بهداشت کشور درج شبکه دیجیتال اطلاعات منابع بشری بخش بهداشت شده است. قرار است پس از این شبکه نقش تعیین کننده در بررسی نیازمندی های بهداشتی سراسر افغانستان داشته باشد. اهداف که با معرفی سیستم HRMIS بود، یکی که ما همی مشکلات و موانعی که در سیستم های کهنه بودی را پس کنیم و یک تسهیلات را فراهم کنیم که ما یک سیستم مدرن و مدرن خدمات ملکی و یک حکومتداری خوب در بخش منابع بشری داشته باشیم. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه 2700 مرکز بهداشتی دولتی و 400 مرکز بهداشتی خصوصی با داشتن 40,000 کارمند بهداشتی در سراسر افغانستان فعالیت دارد. به گفته این وزارت تنها 10,000 تن از این کارمندان پزشکان آموزش دیده هستند و 20,000 آنان پرستارها و قابله ها می باشند.